سلام وقتتون بخیر فرمان من هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب بیسیک گرامر نیوز کتاب گرامر کاربردی سطح مقدماتی یا پایه برای دیدن آموزش همه قسمت این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و آموزش کتاب بیسیک گرامر نیوز رو انتخاب کنید و همه آموزش های این کتاب رو به صورت رایگان تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید. خب رسیدیم به درس 103 تو این درس میخوایم راجع به چهار تا کلمه بیفور، After, دورینگ و وایل صحبت کنیم. اول بریم سراغ کلمه بیفور. بیفور یعنی چی؟ یعنی قبل است. بیفور هم حرف اضافه است، هم کلمه رفته. که الان توضیح میدن کجا حرف اضافه است و کجا کلمه ربطه وقتی که میخوایم قبل از یک زمان مشخص رو بگیم، میایم از چی استفاده میکنیم از before استفاده میکنیم یه مثال بگم I usually go running before breakfast من معمولا میرم میدوم قبل از صبحانه کی میرم میدوم قبل از صبحانه اینجا before برنگر زمانه before breakfast یعنی قبل از صبحانه این حرف اضافه before که تو این جمله اومده داره زمان رو میگه چه زمانی معمولا میرم میدوم قبل صبحانه You must be in your office before 8. شما باید قبل از ساعت 8 در دفترتون باشید. اینجا این before 8 داره زمان رو به ما میگه. قبل از ساعت 8. Jack was nervous before the interview. Jack مسترب بود. nervous یعنی مسترب. before the interview یعنی قبل از مصاحبه. interview یعنی مصاحبه. چه زمانی جک مسترب بود؟ قبل مصاحبه. I want to leave before lunch. میخوام قبل از نهار برم. کی okay, میخوام برم قبل از نهار People should know each other before marriage افراد باید همدیگر رو قبل ازدواج بشناسن Marriage یعنی ازدواج Before marriage یعنی قبل ازدواج We bought some tickets before the concert میگه قبل کنسرت تعدادی بلیط گرفتیم خب توی همه این مثال ها before چیه؟ حرف اضافه است آقا ما از کجا بفهمیم؟ Before کجا حرف اضافه است و کجا کلمه ربطه یه راه حال خیلی آسونی داره یه راه حل خیلی آسونی داره اگه بعد از بیفور اسم بیاد خود بیفور حرف اضافه است الان نگاه کن تو جمله اول بعد از بیفور چی اومده بریکفست بریکفست چیه اسمه چون اسمه این بیفور خودش میشه حرف اضافه مثلا تو مثال سوم اینترویو اینترویو اسمه بعد از بیفور چون یه اسم اومده خود بیفور چیه حرف اضافه است توی همه این مثال ها بعد از بیفور اسم اومده در نتیجه بیفور حرف چیه اضافه است حالا اگر بعد از بیفور یک جمله بیاد یعنی بعدش فاعل بیاد فعل بیاد اون بیفور کلمه رفته مثل این مثال I wash my hands before I have breakfast من دست میشورم کی میشورم قبل از اینکه صبحانه بخورم Before I have breakfast اینجا نگاه کن بعد از بیفور یه جمله اومده آی فاعل هفت چیه؟ فعله چون بعد از بیفور یه جمله اومده این بیفور کلمه یه ربطه اینجا هم بیفور بر انگر زمانه نگاه کن کل این جمله before I have breakfast کلش بر انگر زمانه من دست ها میشورم کی میشورم قبل از اینکه صبحانه بخورم Close the window before you go قبل از اینکه بری پنجره رو ببند پنجره رو ببند کی ببند ببن. قبل از اینکه بری بیفور یو گو همش بیانگر زمانه جک واز نروس بیفور هی تاک تو هر جک مضطرب بود قبل از اینکه باهاش صحبت کنه چه زمانی مضطرب بود قبل از اینکه باهاش صحبت کنه I want to leave before I eat lunch. میگه قبل از اینکه نهار بخورم میخوام برم. اینجا هم بعد از before جمله اومده خود before میشه کلمه یه ربط. I need to think carefully before I make a decision. میگه من نیازی که با دقت فکر کنم قبل از اینکه تصمیم بگیرم اینجا هم بیفور کلمه رفته. he learned chinese before he moved to china چینی یاد گرفته بود قبل از اینکه به چین بره چه زمانی چینی یاد گرفته بود قبل از اینکه به چین بره حالا این نکته میخوام بگم خیلی نکته مهمه این کلمات رو مشاهده کنی به این کلمات میگیم subordinating conjunctions گفتم جمله‌ای که بعد از اینا میاد میشه جمله واره وابسته از نوع جملهواره قیدی حالا جمله های قیدی هم خودشون چند دسته هستن جمله واره های قیدی مربوط به زمان مربوط به دلیل مربوط به مکان الان این بیفور رو نگاه کنید این بیفور یک سبوردینیتینگ conjunction هست درسته خب جمله‌ای که بعدش میاد بهش میگیم ادورب clause ادورب clause یعنی جمله قیدی حالا اینجا داره زمان رو میگه جمله قیدی از نوع زمان هست حالا خوب گوش کنید ما بعضی از جمله های قیدی رو میتونیم کوتاه کنیم خوب دقت گوش کنید بعضی از این جمله های قیدی رو ما میتونیم چیکارشون کنیم میتونیم کوتاهشون کنیم حالا جمله های قیدی که برانگر زمان هستن مثل این بیفور یعنی قبل است جمله های قیدی که برنگر زمان هستن میتونیم اونا رو کوتاه کنیم فقط یه شرطی داره شرطش اینه که فائل جمله‌واره قیدی با فائل جمله‌واره اصلی یکی باشه اینجا رو نگاه کنید I wash my hands before I have breakfast الان I wash my hands میشه جمله‌واره اصلی فائل جمله‌واره اصلی چیه I Before I have breakfast این میشه جمله قیدی از نوع زمان الان فائل جمله قیدی چیه؟ آی هست نگاه کن فائل جمله قیدی و فائل جمله اصلی یکیه خب در چنین حالتی من میتونم اون جمله قیدی رو کوتاهش کنم حالا آقا چطوری کوتاهش کنم؟ میام فائل رو حذف میکنم فائل جمله واره قیدی رو حذف میکنم این آی الان فائل دیگه حذفش میکنم فعل من چیه؟ هف. بعد اون فعل رو میای به صورت جران می‌نویسی شکل جراندش رو می‌نویسی که آینگ می می‌گیره یعنی این جمله رو میتونم به این صورت بگم I wash my hands before having breakfast الان نگاه کنید تو این جمله واره قیدی ما فعل کمکی نداریم اگه فعل کمکی داشتیم اون فعل کمکی هم حذف می‌کردیم این مراحل رو نگاه کنید وقتی که می‌خوایم جمله واره های قیدی رو کوتاه کنیم اول فعل حذف می‌کنیم بعد اگه جمله فعل کمکی داشت اونم حذف می‌کنیم اگه نداشت که هیچی. بعد میریم سراغ فعل اصلی جمله فعل اصلی جمله رو تبدیلش میکنیم به جران جران چیه شکل اول فعل به علاوه آی ان جی کلوز دی ویندو بیفور یو گو قبل از اینکه بدی پنجره رو ببند الان بیفور یو گو جمله واله چیه قیدی؟ اینو کوتاهش کنید خب فاعل من که یو هست یو رو هست میکنم فعل من چیه فعل من گو هست شکل آی ان جی داره گو رو می نویسم گو رو می نویسم going. گوینگ به این صورت میشه کلوز دی ویندو بیفور گوینگ مثال بعدی رو خودتون انجام بدید Jack was nervous before he talked to her. الان جمله واره قیدی ما چیه؟ Before he talked to her. فاعل جمله واره قیدی با فاعل جمله واره اصلی یکیه. خب اگه من بخوام این جمله واره قیدی رو کوتاهش کنم فاعل رو حذف میکنم شکل آینجی داره فعل رو می‌نویسم به این صورت میشه before talking to her چه بگم جک was nervous before he talked to her چه بگم جک was nervous before talking to her ببین ساق جمله بعدی الان یه جمله واری قیدی دارم اینو میخوام کوتاهش کنم چطوری کوتاهش کنم فاعل رو حذف میکنم به فعل آی میدم شکل جراند فعل رو می نویسم I want to leave before eating lunch چه بگم I want to leave before I eat lunch چه بگم I want to leave before eating lunch جمله بعدی I need to think carefully before I make a decision الان before I make a decision یک جمله واری قیدیه میتونم اینو کوتاهش کنم میان فاعل جمله واری قیدی رو حذف میکنم به فعل ing آی میدم به این صورت میشه I need to think carefully before making a decision بعد he learned Chinese before he moved to China before he moved to China میشه جمله واری قیدی درسته آیا میتونم این جمله واری قیدی رو کوتاهش کنم بله چون این جمله قیدی ما مربوط به زمان هست میتونم کوتاهش کنم و میبینم که فاعل جمله اصلی و فاعل جمله قیدی یکی هست پس میتونم این جمله قیدی رو کوتاهش کنم چه کارش میکنم فاعل رو حذف میکنم به فعل آی میدم بیفور مووینگ تو چاینا چه بگم هی لرن چاینیز بیفور هی مووینگ تو چاینا چه بگم هی لرن چاینیز بیفور مووینگ تو چاینا خب بریم سراغ کلمه بعدی after افتر یعنی بعد است ببینید افتر هم حرف اضافه است هم کلمه ربطه این افتر هم برای زمانه نگاه کن اگه بعد از افتر یه اسم بیاد افتر حرف اضافه است اگه بعدش جمله بیاد افتر کلمه ای ربطه مثال بگم I usually go running after breakfast من معمولا بعد از صبحانه میرم میدوم توی سایت قبلی گفتم من قبل از صبحانه معمولا میرم میدوام اینجا دارم میگم بعد از صبحانه معمولا میرم میدوام اینجا بریکفست اسم افتر میشه حرف اضافه You must be in your office after 8 بعد از ساعت 8 بعد در ادارتون باشید کی بعد در ادارتون باشید بعد از ساعت 8 اینجا هم افتر حرف اضافه است Jack was nervous after the interview جک مسترب بود بعد از مصاحبه اونجا گفتم قبل از مصاحبه before the interview اینجا میگم after the interview اینجا چون بعد از after یه اسم اومده این after حرف اضافه است I want to leave after lunch میخوام بعد از نهار برم اونجا گفتم قبل نهار میرم اینجا میگم بعد نهار میرم I want to leave after lunch اینجا lunch اسم after حرف اضافه است She left after the meeting بعد از جلسه رفت اینجا after حرف اضافه است و She will get better after a few days. بعد از چند روز بهتر خواهد شد. اینجا هم after حرف اضافه است. اگه بعد after یه جمله بیاد اون after کلمه ربطه. نگاه کن. I go running after I have breakfast. بعد از اینکه صبحانه صبحانه میخورم میرم میدونم. اینجا بعد از after یه جمله اومده. جمله در بعد یک فاعل و یک فعل داشته باشه. آی فاعل هفت پس اینجا after میشه کلمه ربط. حالا دقت داشته باشید افتر پی اینا وقتی که کلمه ربطن هم میتونن اول جمله بیان هم میتونن وسط جمله بیان الان تو این مثال افتر اومده اول جمله After وی هاد eaten دینر بعد از اینکه ما شام خورده بودیم وی ونت اوت رفتیم بیرون کی رفتیم بیرون بعد از اینکه شام خورده بودیم این جمله هم که بعد از افتر میاد برنامه زمانه ما کی رفتیم بیرون بعد از اینکه شام خورده بودیم After he graduated, he went abroad. بعد از اینکه فارغ التحصیل شد، he went abroad. رفت خارج. کی رفت خارج؟ بعد از اینکه فارغ التحصیل شد. جمله که بعد از after اومده داره چی رو میگه؟ داره زمان رو میگه. از after تا کاما داره زمان رو میگه. کی رفت خارج؟ بعد از اینکه فارغ التحصیل شد. We went home after we had watched the movie. بعد از اینکه فیلم رو دیدیم، رفتیم خونه. کی رفتیم خونه؟ بعد از اینکه فیلم رو دیدیم. کل این جمله مدت زمان رو گفته زمان رفتن به خونه رو گفته جک was nervous after he talked to her جک مسترب بود بعد از اینکه باید صحبت کرد کی مسترب بود بعد از اینکه باید صحبت کرد after he took the test he slept for a long time بعد از اینکه امتحان داد مدت زیادی خوابید کی خوابید بعد از اینکه امتحان داد بعد از اینکه اون تست رو داد حالا خوب با دقت گوش این افتر وقتی که کلمه ربطه جمله که بعدش میاد رو بهش میگیم ادورب کلاس یعنی جمله واره قیدی از افتر تا اینجا رو بهش میگیم جمله واره قیدی خب این جمله قیدی داره چی رو میگه آیا داره دلیل رو میگه آیا داره شرطی رو میگه داره زمانی رو میگه داره زمان رو میگه جمله واره های قیدی که زمان رو بیان میکنن ما میتونیم اون جمله های قیدی رو کوتاهش کنیم به چه شرطی به شرط اینکه فاعل جمله واره اصلی و فاعل جمله واره قیدی یکی باشن الان این جمله رو نگاه کنیم. من یه ادور کلاسی دارم درسته ادورب کلاس منم از نوع چیه زمانه خب فاعل جمله اصلی من آی هست فاعل جمله واره قیدی من هم آی هست خب توی این شرایط من میتونم این جمله واره قیدی رو کوتاهش کنم خب آقا چطوری جمله واره قیدی رو کوتاه کنیم کاری نداره فاعل رو هست کن اون فعل جمله واره قیدی رو به صورت جراند بنویس یعنی به فعل آی این جی بده یعنی میتونم بگم I go running after having breakfast چه بگم I go running after I have breakfast چه بگم I go running after having breakfast الان این کاری میخوام بهتون بگم, بگم حتما انجام بدید توی بقیه مثال ها جمله قیدی رو کوتاهش کنید اصطلاحی گرامریش هم این میشه reduced adverb clause reduced adverb clause یعنی جمله واره قیدی کاهش یافته خب بنز جمله دوم after we had eaten dinner we went out یه جمله واره قیدی دارم اینجا فاعل جمله واره قیدی و اصلی یکیه میتونم این جمله واره قیدی مو کوتاهش کنم به جای که بگم after we had eaten dinner میگم after eating dinner چیکار کردم فاعل رو حذف کردم فعل جمله چیه had eaten خب این had eaten رو چیکارش میکنم جراندش رو مینیسم اون حدش رو حذف میکنم حالا اگه امویزاری و زوبریان بود اونم حذف میکنم خب فعل من میشه چی ایتن شکل سوم تبدیلش میکنم به شکل اول ایت آخرش هم آین میدم شکل جراندش رو میدی جراند چیه میایی به شکل اول فعل آین میدی after eating dinner we went out بعدی بخوام کوتاهش کنم به این صورت میشه after graduating he went abroad بعدی we went home after watching the movie فایل رو هست کردم فعل کمکی رو هست کردم فعل اصلیم رو به صورت جنان می نویسم We went home after watching the movie Jack was nervous after talking to her چه بگم after he talked to her چه بگم after talking to her چه بگم after he took the test چه بگم after taking the test نگاه کنید اینجا یه میکنم. فایل رو خب که هست می کنم فایل هیه هستش می کنم خب گفتم وقتی که فایل رو هست کردی اون فعل جمله رو به صورت جران بنویس جران یعنی شکل اول فعل بله و آینجی الان توک شکل دوم فعله تبدیلش میکنم به شکل اول فعل بعدش آینجی اضافه میکنم آقا چرا تبدیلش کردی به شکل اول فعل به خودانی که جران چجوری درست میشه جران از شکل اول فعل بله و آینجی درست میشه خب اینجا چه بگم after he took the test چه بگم after taking the test نمیگم after taking the test میگم after taking the test حالا به این سراغ کلمات during و while during حرف اضافه است while کلمه ربط خب وقتی که میگیم حرف اضافه است یعنی بعدش یه اسم میاد اینجا while که میگیم کلمه ربطه یعنی بعدش میاد جمله میاد during یعنی در طی در حین در طول نگاه کنید مثالشو I felt nervous during the interview من احساس استراب کردم در طی مصاحبه در طول مصاحبه فرایند مصاحبه رو در نظر بگیرید مثلا فرض یه ساعت طول کشیده در این یک ساعت در حین این یک ساعت در طول این یک ساعت من احساس استراب کردم پس دیورینگ یعنی در طی در حین در طول اون کل اون بازه زمانی رو شامل میشه ها مثلا فرض اون مصاحبه که یه ساعت باشه دیورینگ که میارم یعنی در طی اون یک ساعت در طول اون یک ساعت در حین اون یک ساعت اینجا هم بعد از دورینگ یه اسم اومده پس دورینگ حرف اضافه است. رابرت was sleeping during the film. میگه رابرت خوابیده بود در طول فیلم. در حین فیلم. He doesn't usually speak during lunch. میگه اون معمولا حین ناهار صحبت نمیکنه. مثلا فرض کن یه روب طول میکشه نهار بخوره. تی این یه روب در طول این یه روب صحبت نمیکنه. He goes on holiday during summer. در ته تابستون میره تعطیلات. کی میره تعطیلات؟ در ته تابستون. مثال بعدی Jack got angry during the meeting. میگه جک عصبانی شد در طول جلسه در حین جلسه. Many people were killed during the war. میگه افراد زیادی کشته شدن در طول جنگ در حین جنگ. خب الان این جمله رو نگاه کنید I felt nervous during the interview یعنی من احساس استراب کردم در طول مصاحبه حالا میگم I felt nervous after the interview من احساس استراب کردم بعد از مصاحبه حالا میگم I felt nervous before the interview من احساس استراب کردم قبل از مصاحبه حالا بریم سوال کلمه while while یعنی وقتی که یا زمانی که حالا بریم سراغ مثالش I felt nervous while I was taking the exam من احساس استراب کردم وقتی که داشتم امتحان میدادم چه زمانی احساس استراب کردم وقتی که داشتم امتحان میدادم اینجا بعد از وایل چون جمله اومده خود وایل میشه کلمه ربط We heard a strange noise while we were playing. وقتی داشتیم بازی کردیم یه صدای عجیب و غریب شنیدیم. چه زمانی صدای عجیب و غریب شنیدیم وقتی که داشتیم بازی کردیم دقت کنید بعد از during جمله نمیاد. بعد از while که جمله میاد. I read it while I was sitting on the sofa. وقتی روی مبل نشسته بودم اونو خوندم. که خوندمش وقتی که روی موب نشسته بودم We didn't speak while we were eating وقتی غذا میخوردیم صحبت نکردیم خب حالا خوب گوش کنید جمله ای که بعد از وایل میاد به اون جمله میگیم adverb کلاس که اینجا adverb کلاس ما از نوع زمانه چون داریم زمان رو میگیم مثلا من احساس استراب کردم کی وقتی که داشتم امتحان میدادم کل این جمله داره زمان رو میگه چون این adverb کلاس از نوع زمان هست و فاعل جمله واریه قیدیمون با فعل جمله برای اصل اون یکی هست من میتونم این جمله برای قیدی رو کوتاهش کنم چجوری کوتاهش کنم فاعل رو حذف میکنی الان فعل ما چیه was taking اون فعل کمکی رو حذف کنم و شکل آی ان جی داره فعل اینجا چون خود فعل آی داره هست همون خودشو مینوسم یعنی به این صورت میشه I felt nervous while taking the exam ببین خیلی نکته مهمیه این حالا این وایل هم میتونه وسط جمله باشه هم میتونه اول جمله باشه اگه بیارمش اول جمله به این صورت میشه وایل taking the exam, I felt nervous یه کاما هم اونجا نیازه اینجا هم وایل هم میتونه وسط جمله بیاد هم میتونه اول جمله بیاد اگه اول جمله بیارمش اینجوری میشه While I was taking the exam, I felt nervous واسه بیفور هم همینطور بیفور هم اول جمله میاد هم وسط جمله میاد نمیدونتون باشه. الان اینجا before وسط جمله است. I wash my hands before I have breakfast. حالا کوتاهش کنه به این صورت میشه. I wash my hands before having breakfast. اینجا بیفور ماده اول جمله. وقتی که اول جمله میاد بین بی جمله یه قیدی و اصلی کاما میذاریم. Before I have breakfast I wash my hands. شکل کوتاه شدنش هم به این صورت میشه. Before having breakfast I wash my hands. اینجا می کاما نیاز داریم. کوتاه کردن جمله های قیدی رو خوب یاد بگیرید چون خیلی به دردتون میخوره توی مکالمات ازش استفاده کنید توی رایتینگ ازش استفاده کنید حالا جمله دوم نگاه کنید جمله واره قیدی میشه while we were playing بخوام اینو کوتاهش کنم چجوری کوتاهش میکنم وی رو حذف میکنم وی که فاعل حذف میکنم فعل کمکی هم حذف میکنم شکل آی داره فعل رو میمسن. به این صورت میشه we heard a strange noise while playing چه بگم we heard a strange noise while we were playing چه بگم we heard a strange noise while playing الان جمله بعدی رو شما کوتاهش کنید جمله واره قیدی رو کوتاهش کنید به این صورت میشه I read it while sitting on the sofa بعدی we didn't speak while eating خب این از مطالب درس 103 حتما تمنیش رو انجام بدید به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه با عرضی موفقیت برای همه شما یا دیرندگان عزیز